بسیار خوشحال هستم که به خصوص این هفته بعد از عمل کوچکی که داشتم فکر میکردم که شاید این هفته نتونم خدمتون برسم، ولی به هر صورت شوق دیدار تو لبریز شد از جام وجودم. هفته پیش یک موضوع که عبارت است از رفتن سرمربی تیم فوتبال استقلال تهران، استراماچونی، اسمش خیلی ایتالیایی، استراماچونی، اون همون زنگ مارچلو ماستوریانی و اینا رو تو داره انگار. به هر صورت استراماچونی ول کرد و رفت و ظاهر قضیه هم این بود، شاید باطنش هم همین بود که آقا پول من رو ندادید و پول من رو بدهید. بعد کم کم مشخص شد که پول رو هم بردن، حالا با چه وضع فلاکت باری، نقد ببر و از این ببر و از اون ببر و برسون، و باز استراماچونی راضی نشد. برای اینکه یه آدم معقولی، حالا با همه برخی بد اخلاقی ها و اینا که داره، دوست داره پولش رو قانونی همونجور که قرارداد بستن باهاش از بانک به بانک خیالش راحت باشه، بعد 4 سال دیگه اداره مالیات یا اداره پلیس یا اینا ایتالیا نیاد یخش بگیره بگه آقا شما این پول از کجا آوردی، با چمدون آوردی. عادت ندارن مردم در دنیا اینجوری معامله و داد و ستد بکنند. من هرچی نگاه کردم که به قول محمد بنا گفته بامزش این قسمتی که توی این وضعیت مدیر ما افتخار میکنه که دو شب پشت در سفارت خوابیده تا مشکل جناب آقای سینیور رو حل و فصل کنه. حرف بنا درسته، یعنی سابقه ندارد که مثلا فرض کنید به خاطر یه مربی تظاهرات بشه که چطور 110,000 یورو پول پیدا نمیشه توی مملکت؟ من خودم به شخص حاضرم همین الان 1,000,000 پول بریزم به حساب باشگاه پول استراره بدن. یه هفته طاقت نداشتن استقلال رفتن، نتونستن چششون نتونست ببینه. یک ساعت و نیم اینجاییم، یه نفر نیمده جواب بده. ما باشگاه و سیولی نیستن دار نخوابیدن که میخواد جواب رو همون داره بده. گوی رو قیفتی یه مرد یه بار شیون یه بار. درخواست ما فقط یه چیزه، استعفای کل هیئت مدیره. یه تراز مالی بدن به مردم، به مردم تراز مالی بدن. آدم یه جورایی به استراماچونی حسودیش میشه. گفتم مگه جای این مربی های خودمون بودم اینا بودم. اما فکر میکنید چگونه است که نسبت به استراماچونی اینجوری عکس العمل نشون داده میشه؟ وزیر پا میشه میره، نمیدونم جلسه میشه، خبر اول مطبوعات میشه، هوادارای استقلال جلوی باشگاه میان تظاهرات میکنند، حتی مثلا راجع به یه ورزشکار خوشنامی تا اونجایی که من اطلاع دارم، کسی که در اون بازی تاریخی جلوی امریکا هم عضو تیم ملی ایران بوده، من در فرانسه که ایشون رو دیدم بسیار آدم با اخلاق، حالا نه اینکه من معیار این باشم که بگم کی با اخلاقه کی با اخلاق نیست، ولی بسیار آدم معقول مؤدب اومده در تیم استقلال، سرپرست شده و در این فضایی که استراماچونی رفته، حالا به او هم حتی تعرض میشه در حد این که اشک او در میاد، آدم واقعا متاثر میشه. شما با آقای حجازی خیانت کردید که حالا هر چی میشه میگن آقای زرینچه به آقای حجازی خیانت کرده. ببینید اون بازی حالا آقای فردوسی پور یه برنامه درست کرد. من و ناصر خان روزای خیلی خوبی با هم داشتیم، شبای خیلی خوبی با هم داشتیم، عاشق هم دیگه بودیم، ولی متاسفانه اینایی که الان میان اینجا شعار میدن و باعث میشن که زرینچه حیا کن استقلال رو رها کن. یقین شما باید استقلال رو داشته باشی، زرینچه باید حیا کنه، اما شما هم حق دارید، همه جوری حق دارن.
عرض میکردم که چگونه است نسبت به استراماچونی اینجوری عکس العمل نشون داده میشه. چی مردم در استراماچونی دیدن که در بقیه ندیدن؟ استراماچونی هر کاری کرده، هر بدخلقی کرده، دروغ نگفته. این شرایط حاصل دروغگوییه. میدانید که استراماچونی گفته آقا من چکم رو مثل آدم ببرید از یه حسابی برسید به حساب من تا من خیالم راحت باشه که نیان یقه من رو بگیرم بگن نمیدونم از تروریست گرفتی چیکار که از همه قصه ها که میدانیم. از همون روزی که گفتیم تحریما هیچ تأثیری ندارن بی خودن، پایه این دروغ هاست. اون موقعی که اصلا رفتیم دنبال مربی خارجی و فکر نکردیم پول اینو چجوری میخوایم بدیم، فکر نکردیم شاید یکی هم قبول نکنه چمدون زیر بغلش بزنه پول ببره. همه نمی کنن خب این کارا رو در دنیا که. همون موقع این قضیه شروع شد. هی دروغ، هی کلک، هی این به اون دروغ، این به اون دروغ. این وضعیت فقط حاصل دروغ، عادی شدن دروغ، ریخته شدن قبح دروغه. چرا استراماچونی مورد توجه قرار میگیره؟ برای اینکه مردم میدانن او دروغ نمیگه. این شعار، شعار طرفداری از آدمی است که دروغ نمیگه. ولی خب استراماچونی حالا چه میدونم گواردیولاش هم باشه، ضمن اینکه بالاخره یه کار بدی کرده در اوج فصل، جایی که اومده بود جلوی دفعه ول کرده رفته، از لحاظ کاری و عاطفی شاید خیلی کار خوبی نکرده، اما دروغ نگفته. دروغ پدر همه ما رو ببخشید در آورده و تعدادش هم خیلی زیاد شده. یک برنامه ای رو می دیدم آقای منافی، به نظر من صحبت‌های جالبی کرد. یه تیکش البته من باش موافق نباشم، ولی حالا این تیکرم ببینیم، ولی اصل صحبتش بعد از اینه. فکر میکنید واقعا چرا صدا سیما مجری محبوبش رو از دست میده؟ دلیلش اینه که اولا دلشون نمیخواد کسی بیش از یک حدی طرفدار داشته باشه، به خاطر اینکه به خاطر ترسشون، و به هر حال یک جماعتی با اون آدم همراه ممکنه بشن و اون آدم یه جورایی حالا نمیگیم رهبر، ولی میتونه به هر حال الان هم که ماشاءالله سوشال مدیا همه میلیونی فالوور دارن. از این به نظرم یکی از ترساش اینه. چه ترس عزیزم؟ ببینید این تفکرها به نظر من همه تفکرهای عقب نگه داشته شده است به نوعی. جامعه مشکلاتش خیلی بالاتر از این حرف هست. جامعه اگه قرار است کسی بیاد و محبوب بشه، یک سردار اساسی میخواد، یک چهره ملی گردن کلفت راستگوی با اصول. پس از این چیزا گذشته که من آنم میام دو تا فوتبال گزارش کنم فکر کنم چه خبره. بیاییم و واقعیات رو برای مردم بگی. از چی ما بترسن؟ وقتی که جوون ما خودش سوار ماشینش میشه میگه دارم میرم، منم پسر کسی هستم، دیگه کدوم سلبریتی میخواد با این رقابت بکنه؟ یه جاهایی حالا به قول خودمون ما یه کرمایی میریختیم، یعنی یه خورده میشد با کلمات بازی کرد و یه کارایی کرد، به قول من خط قرمزها رو کمی در نوردیده بودیم، ولی خب راحت نبود دیگه. یعنی همونطور که گفتم بابت دقیقه به دقیقه، کلمه به کلمه اذیت می شدیم. بعدش هم خورد به مسائل سال 88 و اعتراضات اون زمان و دیگه نرفتم، که البته بعد از اعتراضات اومدن سراغم و نه شما باید برگردید، باید بیایید، مردم الان دل سردن، مردم الان نیاز به خنده دارن. من بهشون گفتم اوکی من میام، مشکل نداره، این بخوایم میام، ولی می نویسم امضا میکنم که زیر یه هفته من ممکن سر از اوین در بیارم، چون چیزایی که من ممکن بخوام بگم قطعا همه چی نوشته شده است و اجازه به من نمیدیم که بتونم بیش از اون چیزی که به من دیکته میکنین بخوام حرفی بزنم، و من نمیتونم دروغ بگم. چون نمیتوانستم دروغ بگویم آمدم بیرون. چقدر خوبه اگر اینجور باشه، حرف نداره داستان.
چرا نمیگذاره کار کنن؟ جدای از فضای سیاسی، شما وقتی وارد اون مجموعه میشید به همه چیز شما کار دارن و وقتی وارد میشی باید از گزینش رد بشی. گزینش هم یعنی که باید بری اونجا بگی که آقا من نماز میخونم، من عرق نمیخورم، من خانم باز نیستم، به قول خودشون دیگه، یعنی همه اینا، من مهمونی اصلا نمیرم، نمیرقصم، نمیدونم خانومم محجبه است، لابودی های خودم خانومم، من همیشه حجابم همین شکلیه که هستم با چادرم یا با، یعنی کاملا باید اون چیزی که نیستی رو کاملا دروغ بگی تا بتونی وارد اون مجموعه بشی، وگرنه به شما کارت ورودی اصلا نمیدن، نمیتونی وارد بشی. چرا؟ میهمان به صورت میهمان میتونی وارد بشی، ولی به عنوان کسی که بری برنامه زنده داشته باشی باید یک سری مراحل رو بگذرم و من اینو میگم، من خودم هم گزینش رفتم، من هر سال که اونجا میرفتم گزینش میشدم و حالا هر سال نه نمیدونم دقیقا یادم نمیاد، هر چند سال یک بار بود و واقعا دروغ گفتم. کاملا دروغ بگی تا بتونی وارد اون مجموعه بشی، یعنی کاملا باید اون چیزی که نیستی رو کاملا دروغ بگی تا بتونی وارد اون مجموعه بشی. خب پس دروغ میگیم دیگه، چون میخوایم وارد مجموعه بشی. اما حاصل این دروغگویی چی بوده؟ ما همه در به در شدیم، تو ایران هم که کشت و کشتاره، هم که ناراحتن، پس این دروغگویی آخر عاقبتی نداره. ضمناً سوالات خیلی بیشتر از اینه که حالا شما عرق نمیخوری یا نمیخوری، تلویزیون که سوالاش در حد این نیست که، التزام به ولایت فقیه، گفتم ممکنه در ادارات دیگه هم این مسائل باشه، بیشتر باشه، کمتر باشه، من به اونا تو این بحث کاری ندارم چون آشنا هم زیاد نیستم، ولی تلویزیونه رو چون بودم سوالات خیلی از اینا جیتره. اما مشکل اینه که اون حراست که شما با شما سوال و جواب میکنه و شما میگی از همه چی اطلاع داره، بیشتر از هر کسی میفهمه که شما دروغ داری سوالا رو جواب میدی. بالاخره میره تو محل من اینور اونور حرف در. من عرق نمیخورم، من خانم باز نیستم، به قول خودشون دیگه، یعنی همه اینا، من مهمونی اصلا نمیرم، نمیرقصم، نمیدونم خانومم محجبه است، لابودی های خودم خانومم، من همیشه حجابم همین شکلیه که هستم با چادرم یا با، اما برو خودش نمیاره، چون یا خودش هم این کار است دروغگوه، یا اینکه خب بالاخره گوینده میخواد، خواننده میخواد، هنرپیشه میخواد، چشمش رو میبنده، کار رو میذاره شروع بشه. منتها از همون اول اشکال بزرگی که این موضوع پیش میاره اینه که دیگه به شما به عنوان یک چهره مهمی که اصولی رو رعایت میکنه و دروغ نمیگه اینا نگاه نمیکنه. نگاه توأم با احترامی نیست. شما هم که از اول برای او احترام قائل نبودی، یعنی یک پیوندی انجام میشود و پیوند دروغ است. این پیوند دروغ در جاهای دیگه ممکنه اینقدر تأثیرات اجتماعی نداشته باشه، اما در صدا و سیما بدجوری تأثیرات داره. چیه تأثیراتش؟ همینی که میبینیم، یعنی کلن در پدیده هایی که جنبه عمومی داره، مثل ورزش، فوتبال، کشتی، چندونم هنر، سینما، تلویزیون، اینا تأثیراتش بسیار زیاده. ببینید اگه با راستی حرف زده، اگه راست گفته بودی که آقا این تحریم ها سخته، این تو بمیری از اون تو بمیری ها نیست، درسته که آقای ترامپ خودش هم الان استیزا شده، اما طرف شدن با آمریکا که با چهار تا شعار که عزیز من نیست، که شما یه پول الان نمیتونی بدی، آقا بیا بگو ما مشکل برامون، راست که بگی حداقل جامعه رو اینقدر متزلزل نمی کنی، جامعه رو اینقدر عصبانی نمی کنی، اصلا شما استاد عصبانی کردنی و هیچ چیزی جامعه رو بیشتر عصبی نمی کنی به نظر من مگر دروغ. از اول اگه راست گفته بودی این مسائل پیش نمی اومد، همین الان هم هنوز داری دروغ میگی.
هیچکی نمیدونه واقعا این قراردادش دو ساله بوده، میخواسته یه ساله بشه. شما دلتون میخواد این بره، شما دلتون میخواد این بمونه. حالا رفتی یه فتولازاده که خدا میدونه چی کارا نکرده تو این استقلال رو میندازی تو دهن مردم، تو طرفدارا که بیان دوباره حاج آقا بیاد ما رو نجات بده. بابا دست بردارید از این داستانا. یه استقلال و پرسپولیس یا تاج و پرسپولیس از اون قدیم مونده نوستالژی که اینا ببین چه بلایی سرش آوردید با دروغگویی. شما تمام این کادرم که عوض کنید. حالا زرین چه رو گفتید، حیا کن، فتحی رو بیرون کردید، همه رو هم که عوض کنید. اون جدیدی ها که میان تا راست نگن آقای یکیتون، آقای وزیر بگو این کار بسیار سخته، ما متاسفیم، آقای استراماچونی ما اشتباه کردیم، شما رو آوردیم، پولتو هر وقت داشتیم میدیم، شاید خودمونم بپذیره. یا اینکه بره. حالا این استراماچونی که بیاد، این همون استراماچونیه که رفته؟ نه، خرابش کردید با دروغ دیگه. ببازه میگه شما باعث شدید آخر عاقبت نداره. دروغگویی آخر عاقبت نداره. راستگویی تلخ ممکنه باشه، سختی ممکنه داشته باشه، اما ثابت شده در طول کرونا آثار که عاقبت به خیری توی راستیست. ما با یه تشکیلاتی مواجهیم که 45,000 تا نیرو داره، تشکیلات غیر پاسخگو. توی همچین وضعیتی مشکلات مالی هم اضافه شده، یعنی سوای تعدادی از سلبریتی های دو تابعیتی تو گروه سرگرمی و تفریحات یا گروه فیلم و سریال که دستمزد و مزایای میلیاردی دارن، از غذا اونا هم داره رویه در قبال اونا هم تغییر میکنه در ماهای اخیر. الان خیلی سخت‌تر شده، چون اونطور که مطلع شدیم چند ماهیه که دیگه وزارت اطلاعات نیست، اطلاعات سپاه جایگزین شده و بچه‌ها میگن بسیار سخت میگیرن و اصلا نسبت به گذشته فوق‌العاده سخت‌تر شده. آقای رستم‌پور گفت میگن که الان سخت‌تر شده. یعنی چی شده؟ یعنی نظارت بیشتری میکنن، یعنی نمیشه دروغ اونجوری گفت، یا بالاخره باری به هر جهت اونا چشاشونو به من در اینا. اولا عاقبت پیوندهای نامتجانسی که با دروغ و به هر حال اینا شکل میگیره نهایتا به برخورد ختم میشه در اکثر موارد. حالا می سیستم به جایی رسیده که دیگه الان تعارف نداره با خودش که بود و نبودشه. در نتیجه همینجور که مهدی گفت خیلی سخت‌تر از قبل خواهد شد. اما به نظر من این جمله شاید بشه اینجوری اصلاحش کرد که بدتر از قبل نشده. آقا ما تا کی باید با ماسمالی بریم جلو؟ تا کی توی یه اداره همه با نگاه دروغین به هم توجه داشته باشن؟ آخه از صبح تا شب این تهیه کننده، این مجری، به جای این که نیروش و نیرویی که بابتش پول میگیره رو بذاره برای برنامه سازی، ایده ها و تعلقات و استعدادها و خلاقیت های خودشو بیاره وسط، باید همش برخلاف نظریات خودش و اینا سعی کنه به در بگه دیوار بشنوه. یعنی نشد که کار که اصلا خلاقیت آدم از بین میره اگه همش بخواد مواظب باشه، همش خودشو بخواد یه جوری جلوه بده که اونجوری نیست. خیلی بهتر شده به نظر، بهتر اگه اینجور بشه، تکلیف معلوم میشه. ولی همینجوری با ماسمالی یه روز سبز تبلیغ بشه، یه روز نارنجی تبلیغ بشه، یه روز بنفش تبلیغ بشه، که چی؟ که همه پیر و فرسوده بشن و به هیجام نرسن و سر یه داستان یه مربی اینجور آبروریزی بشه. همین الان هم نمیان راست بگن، نه اینطور نیست. و خوبه که صدا و سیما اگه راست میگه، البته من بعید میدونم، اینا خدای ماسمالی هست، من یه ذره هارت و پوست میکنن که اونایی که یه ذره چی ترن جا بزنن، اونایی که اهل دلن بمونن. تا الان که اینجوری بوده باید پوست بندازند. خداحافظی میکنم به یک امید. امیدوار هستم که دروغ و دروغ و دروغ
از جامعه ما رخت بربند.